با درود و سلام خدمت شما هموطنان گرامی و دوستداران به ورزش فوتبال، با برنامه دیگه از دنیای فوتبال در خدمتون هستیم. برنامه‌ای که از تلویزیون ITC هر جمعه ها همین موقع پخش میشه، همین ساعت ها، و تاپیکش به نوعی کلن در مورد لیگ برتر فوتبال انگلیس و تیم‌های بزرگ فوتبال جزیره هستش. ما هر هفته در خدمتون هستیم تا شما رو با آخرین اخبار هفته از لیگ پریمیر انگلیس بر صورت باخبر کنیم و همچنین صحبتی داشته باشیم در حول و حوش تیم‌های بزرگ، از جمله تیم‌های مثل منچستر سیتی، چلسی، تاتنهام و منچستر یونایتد و بالاخره تیم‌های بزرگ پرطرفدار فوتبال دنیا که بر صورت تیم‌های بزرگ و پرطرفدار هستن، که ببینیم در این تیم‌ها چه می‌گذره و کلاً به چه شکلی وضعیتشون داره پیش میره. ضمن تشکر از همراهی شما دوستداران به فوتبال و قدردانی از شما عزیزان و تشکر ویژه از شما عزیزان که با ایمیل‌های محبت آمیزتون به ما قدرت میدید تا هفته به هفته بتونیم با توان بیشتر بیایم و در خدمت شما باشیم. تشکر ویژه هم دارم از مدیریت محترم تلویزیون ITC که این فرصت رو به ما میدن تا با برنامه پرطرفدار دنیای فوتبال در خدمتون باشیم. اما همونطوری که خدمتون عرض کردم، تاپیک برنامه‌مون کلن به ختم شده به فوتبال انگلیس که بر صورت این روزها با وضعیت منچستر یونایتد که این روزها سر صدای زیادی کرده، اخبار زیادی حول و حوش این تیم هستش، به خصوص تیم منچستر یونایتد که البته در 10-12 سال گذشته همیشه حول و حوش منچستر یونایتد خبرهای زیادی بود از زمانی که سر آلکس فرگوسون از این تیم جدا شد، اما حالا دیگه به نقطه اوجش رسیده، از نتایج بسیار ضعیف این تیم در لیگ برتر انگلیس تا قرار گرفتن در رده 13 جدول لیگ برتر انگلیس که یکی از ضعیف‌ترین نتایج باید گفت دهه اخیر این تیم هستش در 10 هفته ابتدایی لیگ برتر انگلیس، که منجر شد به اخراج آقای اریک تن هاگ، سرمربی بسیار خوب فوتبال دنیا البته باید گفت و سرمربی محبوب فوتبال هلند و آجاکس آمستردام که در موردش صحبت خواهیم کرد. مربی که با وجود اینکه تلاش زیادی رو در منچستر در ساختار این باشگاه انجام داد، 890 روز بیشتر دوام نیاورد و از 128 بازی که برای منچستری ها به عنوان سرمربی در این تیم بود، 70 پیروزی، 23 مساوی و 35 شکست رو بر صورت داشت که این کارنامه ضعیفش کلن برای موندنش تا انتهای قراردادش که 2026 بود کافی نبود و بر صورت در بازی که 2 هفته گذشته در هفته 9 در لیگ پریمیر انگلیس در مقابل وستهام انجام دادن، علی‌رغم اینکه اگر بازی رو مشاهده کنید دوباره یک بازی بسیار خوب و تهاجمی رو انجام دادن مثل همیشه منچستری ها، اما بر صورت مهاجمان این تیم در اون روز بسیار بی‌دقت بودن و نه تنها مهاجمان این تیم، مدافعان اون تیم هم زیاد عملکرد خوبی رو نداشتن، تا یک روز بسیار بر صورت بدی رو برای فوتبال انگلیس و برای آقای اریک تن هاگ رقم بزنن که همراه باشه به اخراج این مربی، مربی خوب و صاحب سبک فوتبال هلند که کارش دیگه با منچستری ها تموم بشه، مربی که بین سالهای 2018 تا 2022 کارنامه بسیار خوبی رو در آجاکس آمستردام از خودش داشت و 3 قهرمانی پیاپی رو با فوتبال تهاجمی آجاکس آمستردام گرفت
و سر و صدای زیادی رو در بر صورت ترانسفر کردن این مربی به منچستر یونایتد به وجود آورد، تا جایی که اومدن و سران منچستر یونایتد باهاش قرارداد بستن. اما بر صورت علی‌رغم اون تلاشی که این مربی خوب و صاحب سبک انجام داد در اولد ترافورد و همراه بود با کسب یه قهرمانی در جام حذفی انگلیس، که سالها بود که اصلا کلا منچستر یونایتد نتونست یه جام هم بیاره، در سال 2023-24 یه اف ای کاپ رو میبره، یه نایب قهرمانی هم در همین جام سال پیشش و یه قهرمانی هم در ای اف ال کاپ میگیره تا با این پرونده به کارش پایان بده، آقای اریک تن هاگ هلندی. اما صحبت برنامه امشبمون در مورد مربی جدید منچستری ها هستش، مربی که دقیقا مثل همین آقای تن هاگ با نوآوری هایی که در سبک فوتبال تهاجمی در فوتبال دنیا انجام میده، صاحبان باشگاه منیو رو دقیقا مثل همین ترانسفر وادار میکنه که به این باشگاه بیارن. به خصوص که این مربی هم یه مقدار شانس داشت، در مورد صحبت خواهیم کرد، هفته گذشته هم در لیگ باشگاه اروپا تیم در آخرین در ودا با تیم لیسپون، اسپورتینگ لیسپون که در اون تیم مربیگری میکرد، تونست تیم آقای پپ گواردیولا و منچستر سیتی رو در هم بکوبه با 4 گل و حالا دیگه همه چیز به نام آقای روبن آموریوم پرتغالی داره تموم میشه دیگه. شانس و اقبال زده در خونش و حالا دیگه صحبت آقای روبن آموریوم هستش. نمیدونم صفحه اگه باشه، بله پشت صحنه مشاهده میکنیم. اما حضورتون عرض کنم که مربی موقت منچستر تبدیل میشه فعلا که رود فن نستروی هستش تا هفته آینده، و بر صورت از هفته آینده آقای روبن آموریوم کار خودش رو شروع خواهد کرد. اگه یادتون باشه رود فن نستروی یکی از بازیکنان بسیار خوب و بر صورت گلزن بسیار خوب منچستر یونایتد و هلندی بود، اونم که تو این چند جلسه‌ای که به عنوان سرمربی بوده تونسته نتایج خوبی رو بگیره. اما صحبت ما همونطوری که خدمتتون عرض کردم در مورد آقای روبن آموریوم هستش، مربی 39 ساله و پرتغالی تیم اسپورتینگ لیسپون که 4 سال موفق رو به عنوان سرمربی در باشگاه اسپورتینگ لیسپون داشته و اونجوری که از شواهد پیداست حالا میخواد بیاد و ناجی تیم پرطرفدار منچستر یونایتد بشه، تیمی که بعد از سر الکس فرگسون اسکاتلندی، مربی محبوب فوتبال منچستر یونایتد، از سال 1986 تا 2013 به مدت 27 سال آقای سر الکس فرگسون سرمربی منچستر یونایتد بود و حالا تونست تو اون 27 سال 13 بار قهرمان لیگ پریمیر انگلیس بشه، 5 بار قهرمان جام حذفی، 2 بار قهرمان جام باشگاه اروپا و 1 بار هم قهرمان جام باشگاه جهان همراه با منچستری ها بشه. در عرض 27 سال 38 قهرمانی رو از آن خودش میکنه که حالا این منچستری ها در حسرت یکی از اون جام ها هستن که تا به حال نیومدن. بعد از سر الکس فرگسون 6 مربی رو هم تعویض میکنن و آخریش هم این آقای روبن آموریوم هستش که یا باید گفت که قربانی بعدی شد همین آقای روبن آموریومی هستش که در مورد کارنامهش صحبت خواهیم کرد. کلن 5 سال سابقه سرمربیگری رو در تیمهای پرتغال داشته و حالا چطور میاد وصل میشه به منچستر یونایتد، در موردش صحبت خواهیم کرد. سر الکس فرگسونی که در موردش صحبت میکردیم، سر الکس فرگسونی که در سال 2013 در سن حدود 70 سالگی از فوتبال خداحافظی میکنه، از این تیم خداحافظی میکنه و حالا با گذشت 11 سال از اون تاریخ به بعد
خدمتتون عرض کردم 6 مربی به این تیم ملحق میشه. دیوید مویس اسکاتلندی، اگه یادتون باشه لوئیس فان گال هلندی، بعد از اون ژوزه مورینیو پرتغالی، اول سالشار نروژی و آقای رالف رکنیک، همون رالف رکنیک تئوریستین فوتبال آلمان و مربی حال حاضر تیم ملی اتریش که یکی از مربیان بسیار با احترام در فوتبال اروپا هستش، و بالاخره اریک تن هاگ هلندی که هیچ کدوم نتونستن منچستر رو به موفقیت برسونن، حتی یک جام، حالا جام که بر صورت آقای اریک تن هاگ تونست یه جامی رو بگیره. حالا نوبت آقای روبن آموریوم شده، روبن آموریوم پرتغالی جوون با 39 سال که باید دید که چطور شده که کلن به قولی دل کارشناسا رو آب کرد و ببره، حالا با فوتبال تهاجمی و 3-4-3 معروفش این مربی پرتغالی به اولترافورد بیاد و با این همه سر و صدا، با این مبلغ بزرگ ترانسفر فیو کنسل کردن بر صورت مربیگریش که قرارداد داشت در اسپورتینگ لیسبون، باید بیاد و به اولترافورد، جایی که مهد فوتبال دنیاست، و باید گفت که چیکار کرده این آقای روبن آموریوم در این مدت 4-5 سال که دیگران بزرگان و مربیان بزرگ فوتبال نتونستن این کار رو بکنن. خیلی ها هستن که میتونستن این تیم منچستر یونایتد رو بگیرن و به حتی به موفقیت برسونن، از جمله از اونا زیندین زیدان بود که حالا صحبتش بود. بر صورت باید منتظر بود این گوی و به قولی اینم میدون، که البته خیلی فراتر از نام این آقای آموریوم هستش، این تیم منچستر یونایتد بلیون با هوادار بلیونی که باید دید که با این نفراتی که فعلا داره میتونه به موفقیت برسه یا نه. اما بریم یه سری بزنیم به کارنامه آقای روبن آموریوم که اینجوری که شواهد نشون میده 39 ساله، بازیکن اسبق کلاب بنفیکا و باشگاه براگای پرتغال بود که در سال 2019-2020 همین مربی که چهرهش رو در پشت صحنه داریم، اولین تجربه بزرگ مربیگریش رو اونجوری که مشخصش در تیم براگای پرتغال بر صورت میاد سپری میکنه، و بعد در سال 2020 تا 2024 که قبل از این سر و صدا به اسپورتینگ لیسبون میره تا 4 سال بسیار عالی رو در این تیم کلن سپری بکنه، که آخریش همین برد بسیار پرگل، اونم در مقابل پپ گواردیولا و منچستر سیتی بود، برد 4-1 که وداع این مربی با این تیم بود. البته آموریوم در سال 2020 در زمانی که در حال گرفتن لایسنس مربیگریش بود، علاوه بر گرفتن لایسنس مربیگریش، در دوره‌های دانشگاهی روانی حرکتی لیسبون پرتغال تحت نظارت آقای خوزه مورینیو سرمربی اسبق منچستر یونایتد و تیم ملی پرتغال پس میکنه لایسنسش رو، و بعد در سال 2020 4 سال رو همونطوری که خدمتتون عرض کردم در اسپورتینگ لیسبون این تیم رو دوبار قهرمان لیگ پرتغال میکنه تا نگاه ها رو به خودش معطوف بکنه. آقای روبن آموریومی که کلن با 5 سال سابقه مربیگری سر از منچستر یونایتد در میاره، چطور با این سیستم پرسینگش و با این نوآوری که در فوتبال به وجود آورده، حالا با دید آموریوم در طول 4 سال سابقه‌ای که در لیسبون داشته 229 بار هدایت تیم اسپورتینگ لیسبون رو به عهده داره، 162 برد، 34 تساوی و 33 باخت رو در کارنامه خودش ثبت میکنه تا با این آمار و ارقام ها بتونه کارنامه موفق خودش رو حالا به بر صورت به منچستر ادامه بده راهش رو. تا اینجاشو داشته باشیم قبل از اینکه برسیم کلا به برنامه‌های تاکتیکیش،
باید بگیم که این آقای روبن روبن آموریوم چه کار خاصی رو انجام داده که تمام باشگاه ها حالا دیگه صحبتش رو میکنن، تمام جراید و کلن نگاه ها حالا به این مربی هستش، تمام دوربین ها باید گفت. تا اینجا که بر صورت کارشو خوب انجام داده توی البته فوتبال پرتغال. البته از این نظر من باید بگم که عجب دلالایی هم داره این کشور پرتغال که با 5 سال مربیگری در کارنامه مربیگری کافی نبود که کلا ملحق بشه به منچستر یونایتد. چطور بر صورت مربیای بزرگتری از اسم این مربی بودن که میتونستن به این تیم بپیوندن، بودن پیوستن، مثل همین الگوی خودش آقای خوزه مورینیو که موفق نبودن. البته باید دید که برزاد صحبت آقای آموریوم هستش، باید بهش وقت داد، دید که چطور میتونه این عملکرد داشته باشه. اما البته یه چیزی رو که اگه یادم نرفته باشه تا خدمتتون عرض کنم، از مسائل خانوادگیش که من داشتم نگاه میکردم خیلی جالب بود. خواهر زن آقای آموریوم خانوم آنتونو هنریک، آنتونو هنریک، این خواهرزن ایشون بوده، دایرکتور قبلی کلاب اسپورتینگ لیسبون بوده که در پاریس سن ژرمن وظیفه ترانسفر کردن نیمار رو از بارسلونا با 222 میلیون پوند داشت که بر صورت پشت پرده این نقل و انتقالات جدایی از به قولی جدا از نالجی که آقای روبن آموریوم داشت یه مقدار برنامه های پشت پرده هستش که حالا ما چیزایی هم نمیدونیم، ولی این یکی از اونا بود که خواهرزنش هم یه مقدار بهش کمک میکنه. اما بریم بر صورت خدمت آقای آموریوم که خودش کلن خوزه مورینیو رو به عنوان بزرگترین معلم و مربی خودش معرفی میکنه که در اسپورتینگ لیسبون بیشتر بازی های خودش رو این آقای آموریوم با سیستم پایه 3-4-3 رهبری میکرد و بر خلاف بر صورت معلم خودش و الگوی خودش آقای خوزه مورینیو که بیشتر به سیستم فوتبال دفاعی و سیستم های دفاعی بیشتر علاقه خاصی داشت، ایشون قابلیت های تیمی خودش، تاکتیکی خودش رو بیشتر به برنامه های تاکتیکی تهاجمی گذاشته و تو این بین مدافع های کناری خودش خیلی تاکید داره که تو اسپورتینگ لیسبون این موضوع رو ما چندین بار مشاهده کردیم که خیلی تاکیدش به این دفاع کناریش هستش. تیمیش با 3 مدافع متحرک بازی میکنه که اونجوری که ما دیدیم در بازی ما منچستر سیتی و 1 هافک تدافعی که و 2 هافک تهاجمی که وظیفه تغذیه مهاجمان 3 مهاجم خودشون دارن. آموریوم که همونطوری که خدمتتون عرض کردم تو 3-4-3 علاقه زیادی به پرسینگ شدید هم داره تیمش که اینو ثابت کرد در بازی با منچستر سیتی. 1 مربی عملگرا گفته میشه که هستش و این نامش مطرح شده و با توجه به ساختار فعلی که الان منچستر یونایتد داره و با بازیکنانی که داره گفته میشه که اگه نیاز باشه به قولی از لحاظ تاکتیکی اون پرسینگ رو تبدیل بکنه به فوتبال لو پرشر یا لو بلاک، این کار رو حتما انجام خواهد داشت و کلن سیستمش رو عوض کرد. مربی هستش که انعطاف پذیری داره برای موفقیت تیمش. اما اگه یادمون باشه اریک تن هاگ مربی سابق تیم منچستر یونایتد که چندی پیش اخراج شد هم با همین نقطه نظرات در تیم آژاکس آمستردام 3-4 سال گذشته سر صدای زیادی میکنه، پرس سنگین از بالا و میاد منچستر یونایتد، اما در 2 بازی اولش با همون پرس سنگین و اینا اگه یادتون باشه شکست میخوره بازی رو و کلن نقطه نظرات
تاکتیکی خودش رو همونجا عوض میکنه و حتی در یک کنفرانس مطبوعاتی هم آقای اریک تن هاگ میگه که من با کریستیانو رونالدو که اون زمان مهاجم تیم منچستر یونایتد بود چطور میتونیم ما پرس کنیم، نمیشه اصلا این کار رو انجام داد با رونالدو و یا با دخیا دروازه‌بان اون زمان منچستر یونایتد اصلا اون فصل نمیشه اصلا دفاع تیمش رو بالا بیاره. اما بعدها با توجه به جدایی این دو بازیکنم با خدمتتون عرض کنم که نتونست آقای اریک تن هاگ با شیوه پرسینگ کلا موفق باشه. این باید دید دیگه، آبوریوم هرچند با سیستم 3-4-3 با روش پرطرفدار دو هافک تدافعی و بازیساز به خوبی تیمش رو هم با دو هافک تدافعی هم با یک هافک تدافعی تیمش رو به خوبی اداره کرد و موفق بود، حالا شاید بیاد در منچستر کلن با همین سیستم شاید بر صورت روش دوم خط میانی رو به صورت لوزی چیدمان بکنه. باید ایستاد و دید بر صورت چطور میتونه مربی عملگرای جوان 39 ساله فوتبال پرتغال چطور در اولترافورد بتونه این سیستمای خودش رو جا بیاندازه. اما جدا از مسائل تاکتیکی در موردش صحبت کردیم که چه سیستمی چه تاکتیکی رو علاقه داره این مربی، باید خدمتتون عرض کنم که کلن شرایط حضور مربی برای یک پیاده کردن یک کارات تهاجمی و داشتن شاخصهای تدافعی در تیم بزرگی مثل منچستر نیاز به یک باید گفت دیسپلین بسیار قوی داره که شاید با دست مربیانی خیلی بزرگتر از آموریوم بتونه این مشکل حل بشه، مثل رئال مادرید آقای آنجلوتی که بر صورت من بازم باید بهش وقت داد، باید دید که چطور میتونه این تیم رو با این بازیکنها با این شرایط مربی که 5 سال سابقه داره بتونه این منچستر رو نجات بده. البته باید اضافه کنیم به این مسئله که ایشون همونطوری که خدمتتون عرض کردم در نتیجه میگیره در اسپورتینگ، حالا در لیگ اروپا و تونسته شاخصهای فوتبال خودش رو به رخ مربیانی مثل پپ بکشه. اما کار سخت این مربی از هفته های آینده در اولترافورد شروع خواهد شد، باید منتظر بمونیم و ببینیم که با یک تیمی که با یک منچستری که حالا دیگه بازیکنانش عادت کردن به رفت و آمد مربیان برخلاف تیمای دیگه، این تیم منچستر عادت کرده به رفت و آمد مربیان دیگه، 6 مربی در طول 13 سال دیوید مویس و خوزه مورینیو بر صورت مربیان بزرگ، که چطور میتونه این تیم رو بر صورت به موفقیت برسونه، تیمی که طرفداران بسیار زیادی داره. بقیده من در تیم منچستر و تیم لیگ پریمیر انگلیس نفری که به کادر فنی تیم بزرگی مثل منچستر یونایتد میاد یک کارنامه بلند بالا در فوتبال جهان باید داشته باشه که بتونه اول بازیکنانش رو جذب خودش بکنه، بعد توی استادیوم بتونه شرایط خوبی رو برای با نامش بتونه بیاره و اون فرایز تاکتیکی خودش رو بتونه با قدرت مطلق نه تنها در برنامه بتونه در زمین پیاده بکنه، کلن نبض باشگاه و مدیریت کلن در اختیار بگیره، مثل زیدان، حالا مثل کارلو آنجلوتی، مثل پپ گواردیولا و یورگن کلوپ و مربیانی از این قبیل که حالا دیگه نمیدونم باید دیگه مربی منچستر انتخاب شده و کلن تمام علاقمندان باید کارشناسان و دوستداران فوتبال منچستر یونایتد باید با این شرایط خودشون رو تطبیق بدن و از این مربی حمایت بکنن تا ببینن که چطور خواهد شد که یک مربی که با 5 سال سابقه در یک کشور بر صورت کوچیک از اونجا میاد با یه سابقه کوچیک
یک کارنامه کوچیک مربیگری میاد و شرایط رو بر صورت همه چیز رو به نفع خودش میکنه، فوتبال دنیا رو تکون میده و حالا میخواد مربی منچستر یونایتد بشه و این تیم رو به موفقیت برسونه. این بود شرایط مربی جدید فوتبال منچستر یونایتد آقای آموریوم، که بد ندیدیم که شما رو با این مربی آشنا کنیم، مربی که هفته های آینده زیاد چهره شد در لیگ پریمیر انگلیس و اولترافورد، ورزشگاه اولترافورد خواهد دید. وقت برنامه‌مون تموم شد، در مورد منچستر یونایتد و باشگاه پرطرفدار صحبت زیاد هستش. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی بتونیم بر صورت این صحبت‌ها رو تکمیل بکنیم، هفته به هفته با شما عزیزان باشیم و در مورد سیستم‌هایی که این مربی جوان میخواد به منچستر یونایتد بیاره صحبت بکنیم. بازم تشکر میکنم از حمایت شما، تشکر از مدیریت محترم شبکه ITC و از نقطه نظرات شما و ایمیل های پر از انرژی مثبتتون تشکر میکنم. امیدوارم که با کمک همدیگه بتونیم برنامه های بزرگتری رو با هم داشته باشیم در آینده. از مهندس فرزاد عزیز، مدیریت شبکه تلویزیونی ایرانیان کانادا، تشکر ویژه دارم که این فرصت رو به ما دادن که در خدمتتون باشیم. یادتون باشه که هفته به هفته برمیگردیم با لیگ پرطرفدار فوتبال انگلیس. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدار شما باشه. سلامت و برقرار باشید.